نشریه تایمز اسرائیل به نقل از منابع مطلع گزارش داد نام 4 گروگان با تابعیت آمریکایی در فهرست پیشنهادی گروه حماس دیده می شود. این نشریه احتمال داده پیشنهاد آزادی گروگان های آمریکایی در واکنش به تهدید اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده باشد که گفته در صورت عدم آزادی گروگان ها قبل از مراسم تحلیفش عاملان گروگانگیری را مجازات خواهد کرد. تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس احتمالی میان اسرائیل و حماس بعد از یک وقفه بیش از یک ماهه اخیراً احیا شده و روزنه امیدی برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی در ازای آزادی فلسطینیان زندانی در اسرائیل به وجود آورده است. حماس اخیراً ویدئویی حاوی پیام یکی از گروگان‌های اسرائیلی در اسارت این گروه افراطی فلسطینی منتشر کرد. من ماتان زانگاکر هستم و بیش از 420 روز است که در اسارت حماسم. مادرم، هر لحظه میبینم تو صدات رو میشنوم و از فعالیت‌هایت با خبرم. خوشحالم از اینکه حالت خوبه و امیدوارم هر چه زودتر ببینمت و با هم بر سر یک میز بخوریم و بنشیم و حرف بزنیم. بعد از یه جهنم 14 ماهه بیخوابی و استراب وصف نشدنی خبری از ماتان رسیده. ماتان من زنده است، اما اول از هر چیز بگویم هر توافقی که همه گروگان ها را برنگرداند به منزله حکم اعدامی است برای بقیه. شهروندان اسرائیلی از همان روزهای نخست بعد از حمله های مرگبار 7 اکتبر و گروگانگیری حماس با تجمع و راهپیمایی در سراسر آن کشور خواهان آزادی هرچه زودتر گروگان های اسیر در نوار غزه شدند و تلاش ها برای برقراری آتش بس در نوار غزه در بیش از یک سال گذشته بعد از آزادی 105 گروگان اسرائیلی در اواسط پاییز سال 2023 بی نتیجه ادامه داشته. بعضی از گزارش ها حاکی شمار گروگان های اسرائیلی زنده در اسارت حماس از 33 نفر بیشتر نیست. اسرائیل اما میگوید 96 گروگان همچنان در اسارت حماس در نوار غزه به سر میبرند. در بیش از یک سال گذشته نیروهای دفاعی اسرائیل 8 گروگان اسیر حماس را نجات داده و اجساد 38 گروگان دیگر را یافتند.